د لوی او بخون کې چکن تلا پنامه السلام علیکم د شمشاد نړیوال ټلویزیون دونکو په سلامونه او نیکو هیلو مهار کله کوم تمه د ټول راته روغ جوړ خوشاله او د صحت په جامو سمبال اوسئ. دا د یو ځل بیا د پخلی خپرونه ده او په پخلی کې درته زه مریم عادل او زما همکار حشمت الله نورزی ستاسې په درنه چوپړ کې یو. تمه ده چې د پای تر شېبو سره ملتیا وکړئ. نن هم درته په پخلی کې یو ډول خواړه تیاروو. نو دا چې درته نن په پخلی کې څه تیاروو ما ته هم معلومات نشته ده، له حشمت څخه به یې پوښتنه. حشمت هم نشته دی په سټوډیو کې، تلای ښار ته دغه ویډیو هم ګورو. دا چې څه راوړي له ځانه سره، وروسته له هغې بیا هم راسره اوسئ. خپرونه مو دوام لري. خراغ لاسیدونکو ویډیو مو ولیدل. نو دا چې حشمت څه له ځان سره راوړي دي، دا به هم ترې پوښتمه او چې څنګه دی، څه خبرې دي. حشمت په خیر راغلی، ستړی مه شئ. تشکر، زنده باشید. من به نوبه خود سلام و خود تقدیم میکنم. خدا کنه که جور و صدمن باشید. امروز بفهمی که چی اومده میسازیم؟ زه دومره پوهیږم چې ځینې شیان چې دلته شتون درلود هغه مې ولیدل، او بل دا چې شیدې مې ستا لاس کې ولیدلې. نو زه داسې درک راته لګېږي چې شیربرنج نه پخې. بله، نن شیربرنج باید چمتو کړو. نو وګورو چې په کم شکل چمتو کوي، او ځینې موادونه چې لکه چهارمغز ده، پسته ده، قیماق ده، د هم دین هم ګټه اخلو. نو مخکې له دې چې په نورو کارونو پیل کړو، ښه به دا وي چې لومړی د مصرفي توکو پاکیج وګورو. صحیح خبره ده، صحیح. یو لږ څه خو چهارمغز دی، دا د دې ګورمه که نه؟ نو لیدونکو، زه د خپرونې په دې برخه کې د شیربرنج د مصرفي توکو پاکیج ګورو، وروسته له هغې بیا هم راسره اوسئ. خپرونه مو دوام لري. د شیربرنج مصرفي توکو پکیج: شیدې، سپینې وریجې، بوره، هل، قیماق، د ګلاب وانیلا، چارمغز او پسته. خراغ لاسلیدونکو، د مصرفي توکو پکیج مو ولیده. نو تمه ده چې تاسې هم لازمه مواد ځان سره نوټ کړي اوسئ، ځکه چې دا مین او اصلي نقطه همدغه ده چې تاسې باید د خوړو په لازمه توکو پوه شئ، او د هغې په مصرف باندې څه ډول په خوړو کې په کوم ډول سره هغه استعمالیږي او څه ډول خواړه د تیارېږي. نو پیل بله چې څخه کوو حشمت؟ بله، ګاز در قدم اول چالان میکنیم. صحیح دی. اگر چې آب هم ګرم است، آب میگذاریم تا وقتی که جوش بیاد. صحیح دی. وقتی که آب جوش آمد، نیاز است که برنج باید اضافه کنیم. وریجی نو سپینی وریجی دی یا غټی وریجی چې موږ ورته ویلی دي کو هغه مې خوشتې کړې وي. نو دا د اوس مو هغه اوبو ته چې په جوش کې دي ور اضافه کړلې. نو د وریجو یادونه هم وکړه حشمت، چې په کومه اندازه ولې، او که ته له خپل نظره ووایې، ځکه چې په خپله یوه شپه ځې، نني خواړه به څو نفرو ته بسنه وکړي. خو اینه میشه، ما گفته نمیتونم که بر چند نفر کفایت میکنه، که دمی ما یکم مشکل دارم. به خاطر چی؟ مشکل زه فکر کوم ستا مشکل په دې کې دی کنه، چې ځینې کسان ډوډۍ ډېره خوري، ځینې لږ خوري. اوس ستونزه په همدې کې ده چې زموږ ځینې همکاران چې ډوډۍ ډېره خوري، ځینې لږ خوري. نو زه هم په همدې فکر کې یم چې دا به څو نفر ته بسنه وکړي. بله، اتو راست که اتو کسایی است که مثلا مرغ ما شما کرایی میکنیم، میگیم این بر 3 نفر کفایت میکنه. خواهی بیو نفر نسیدیم که نفر هست که یک دانه مرغ تنها نوش جان میکنه. در گروه گفتن نمیتونی خود 250 گرام برنج بود که تقریبا چونی وای داره یا چیز زیادتر داره، میتونه که تا 4 یا 5 نفر بر 4-5 نفر کفایت کنه. دیر خود ما شما قدر جات نوش جان نمی کنیم. غذایی که شیرین می باشه او را میتونیم که ما شما بعد از نان دائم استفاده کنیم. به او خاطر میتونیم که بر 4 یا 5 نفری کفایت کنه. صحیح. نو وریج به هم تر کومه حدا پریدودا هم را توی اشمت و ورپسې کار چی ضروری دی سبا کو؟ خب برنج هم بگذاریم تا وقتی که آب اضافه کردیم، برنج بالاش اضافه کردیم، برنج هم بگذاریم تا وقتی که جوش بخوره و نرم شوه. وقتی که برنج نرم میشه، بعدا باز دیگه مواد اضافه میکنیم. خوی رو فعلا بگذاریم، سرپوش هم بگذاریم، میمانیم که به این شکل جوش بخوره تا خوب صحیح آماده شوه. خب تا اون وقت باید بیکار نشینیم دیگه، نه؟ بیکار باید پاتیم. من میگم من پسته رو میده میکنم، تو امی چهارمغز رو میده کو. نو اشمت که تو غواره چی ده چهارمغز در دلتا پاتی نیشی نمات را که چیزی سپین کمه. خیر، مشکل نیست. باز چهارمغز رو تو کو که امروز خودت امو تاس بگم یا امو قرکشی را خودت
برنده شدی میتونی که تو شیر برنج هم نوش جان کنی خا. و خود طاق داری دلت پستان بعد دیر وقتو نکنه دلت پستان نوش جان میکنی دلت چارمغز نوش جان میکنی تو فعلا عاق داری و یک دونه یک چاقو مربوط که ما پستر باید مایده کنم سیده ایدی چه خیلی دقیقی اضافه شدیم چه اضافه دیم دقیقی شده که او کنش مد بله چاقو درکمه؟ کارت درکمه؟ نپیگم از چه درکمه؟ مشکل نیست یا چاقو باشه اگر چاقو نبود خیره کارت درکم سیده؟ کارت هم میشه سیده نو لیدون که ما تا مشمت کار را وست بر نو زنور خبری نو کم نور خبری دست رشمت که سیده؟ خب درست از خودت چارمغز مایده کن یگان دانه رو نوشی جان و کتالخ من نیمینو که کدامش نوشی جان نک خب نو سعیدم دستی کنه؟ بله باید متوجه دیگه هم باید باشیم بلکل که سرپوش بانیم بازی خف میکنه و سر میکنه با او خاطر میتونیم که خیر سرپوش پس کنیم و یگان زر اگر باید برنج ما رو شور بتیم که قسمت پایینی دیگ نچسبه در بعض چیزا اگر قسمت پایینی دیگ بچسبم او قدر خرابی نمیکنه یعنی مزه غذای ما رو خراب نمیسازه این بعض غذاهای شیرین که مثلا شیر برنج از یگان غذاهای شیرین دیگه است اگر کم قسمت پایین دیگ بچسبه وقتی که شور بتیم باز یک کم طعمش خراب میسازه قسمت کله دیده چارمغز برد کله دیگه لوبت ده کنه چارمغز برد حالا کان خو دیر کی بله چارمغز برد تشلا برد دغه چی میگن نه تشلی است که خدا خریدی وی کټی بنوش جان کی ډیر زیات مزه کی کنه خو اتر اس که وقت کی چهار مغز برد که میکنی ایده که میبری بازی رو نوش جان نمیکنی نگفتی چرا ولی باز میگذاری که باز بردگر روز باشه که اگر امروز من چهار مغز رو نوش جان کنم با سوا باز چطور کنم که چهار مغز برد کنیم او خاطر این نگاه میکنی مگ بچه پا کور که اکثر وقت وردو سره یا زینی وقت غټانم د لوب شوق را پیدا کی کنه شمت زینی وخت چې په کور کې وسم ته سره کو پیګي بیا چې زی وبل من جړه راځي په خدای دادا ولې چې ما ته چرمغز ډیر ګرندې په وچه میوه کې نو یو ورځ مې کور کې کوو نو یو چاره څخه کور کې وګټه هغه ته شلم زی بیرته مې چرمغز راکړ نو هغه را ته ویلې چې ته خو ماشوم نه چې وسې بیرته څخه غواړي در څخه ګټلې مې دي نو ځینې وخت هغه کسان په غلوب کې م ډیر زیات جنجال کوي نو زه جنجالي انسان یم په لوب کې ما څخه څوک چارمغز وکړي زه چې بیرته مې چارمغز راکړه خو ما میگم که می دنواری چارمغز می باشه وقتی که ما یک کیلو خریداری میکنم یک دو روز سه روز که تیر میشه دیگر روز میبینیم که یک کیلو ما بیچار کم در برنامه استفاده کردیم این چارمغز چی شد قدر ما نخوردیم خو حالا خودت دیگر راز پیدا کنه چارمغز چیرته زی پیدا کردم که راز در کجاست مشکل در کجاست که چارمغز نه نه خبر دستی ده کنه اشمت زه چې بیا څه شی اخلو متا ته وایمه که نه نو اشمت هغه چارمغز چې زموږ په خپرونه کې د پخلي لپاره استفاده کوو که نه هغه ما نه دی اخیستی خو ما نمیفهم که خودت بودی خو مقصد تو خوش داری خودت خوش داری دیگه گیری که خودت برد یا کس دیگه کس دیگه غرض نداره به خاطر که معمولا سر کار مو تو آشپزی بل وای هغه خبره د سیده کې د سیاشمت ته خپل خورلی په ما دی راوړ نه ما خو می خورم ما که بس سیده نو قیمت دی وک سی شو ما خو می خورم نو خبره معلومه شو چې په کوم ځای کې وسې شو موږ جنجال مال شو نو درته ته یشمه چې څنګه دی ورجن په کوم حالت کې در حالت جوش خوردن است باید یک کم نرم شوه برنج ما یعنی ورزی باید صحیح نرم میشی کنه برنج کاملا نرم شوه این که شیر در شیر برنج ما برنج هرچی که نرم میشه یا نرم شوه هیچ مشکل نداره هنوز شیر برنج ما خوبتر و مزه‌دارتر می زیادتر کسا شیر برنج جور میکنن ولی وقتی که میخورید دانای برنج اگر متوجه باش یک کم سخت یک کم سختتر میماند پیشون اینو کوشش کنیم که خیر یک کم نرمتر شوه هرچی که در شیر برنج نرم شوه مشکل نیست خب قابلی نیست یا کدام غذای دیگه نیست که اگر برنج از پیش ما خراب شوه مثلا میگیم والا برنج شاری چوله شد این غذایی است که باید تا که میتونیم برنج باید نرم کنیم نو طریقی چی دا اوریج نرمی گشت مثلا موږ به هم لنده دما واخلو سیده درست است خوب که پس علی دو کوزو د خبرونې په دې برخه کې لنده دما واخلو طریقی چی برتر اگرز موږ ورجی به هم نرمی او پاتې کارونه به هم تر سره کړو خره خلاص لیدون کول لاند دمه و نو تمه د شتاس هم چریتل نه وسی دغه د پخلی دوام ګوري او مزموګ هغه ورځی چې په بو کې جوش کولې تقریبا نرم دي ولې ایل اضافه میکنیم صحیح دی هلو څو عدد وو څو دانی ولې د 5 الی 6 عدد ایل بود خو کوشش کنیم که ایل اگر از مکسر بکشیم خوب مایده شوه بهتر است ایله که اضافه کردیم میفهمی که چی اضافه میکنیم نوت اضافه کنیم خب آستا شیر اضافه میکنیم شیر اضافه کنیم بله
خو یک مقدار شیر اضافه میکنیم. لیدونکو تاسو هم په دغه ترتیب لکه زما همکار اشمت چې لګیا دی نو وریجې مو نرمې شوې، ولې لومړی مو هغه هیل یا لاچی کې ورته وایو، هغه میده خو م نه کړله، خیر وم زبله هغه م ور اضافه کړله. نو تاسو کولی شئ چې میده یې هم کړئ، خیر دغسې هم د لاچی بوی چې ډېر تیز وي اشمته، هغه که لږ داسې دوه ټوټې هم شي ور اضافه شي هم خپل بوی کاږي، خو که میده شي ډېره ښه ده. او ورپسې مو یوه اندازه شیدې هم ور اضافه کړلې، نو وروسته له دې به څه کوو؟ از عرق گلاب باید استفاده کنیم. شا. به اندازه یک قاشق زیاد استفاده نمی کنیم، به اندازه یک قاشق از این استفاده می کنیم. از ما همکار چیده اشمت نو آقا خوبی پندازه پیگی که تاسی بوتل روان بله. کلی بسته بکی خالی که نو دوی قاشق پندازه کنه. بله و همچنان در کنار از این چارمغز سیده چارمغز هم باید میده کنیم. سیده نو چارمغز به هم میده کو، اگر چارمغز به این شکل میده کنیم یعنی جو کوب که میگیم به او اندازه شبه بهتر است که اگر از مکسر بکشیم یا از اونا با زیادتر میده میشه و بخی به شکل حلوا میگردن. از او که به این شکل خوب است یا به شکل همراه کارت یا چیز دیگه میده کنیم یا به این شکل بر شکل که شما میخواین خب به این شکل ایر آماده بسازیم و دائم مکم چارمغز میده میکنم. میفهمیم برای چی یادم میاد؟ کورو ما بسیار زیاد خوش دارم. او رو میگن چاوه. چاوه خودت گای نوشی جان کردی؟ چاوه می نوشی جان کردی ده خوخ بلا می نده تیاره کردی متاسفانه. خو خودت تیار نکردی؟ یه ورز برای تا تیاره کیش مرد دیگر؟ یک روز ما برای تیار میکنم. مرا بسیار خوشم یا بلا خصوص رو دزمستان کن نوشی جان کنی دیگه بسیار ازش کیف میگیری. خوشیری یک اندازه را اضافه کردم به خاطر که جوش بیه و حال متباقیش هم اضافه میکنم. نو دیت زکه شیر برنج وچ شیدیم پکې دی ورجن پکې بله. کنه بله به این اندازه اشمت که دا شیدی ور اضافه نکړ چه به دی جوړ سی؟ اگر شیر اضافه نکنیم خیر باز اگر نمک ایواز بوره نمک اضافه میکنیم شوله می شوله جوړ کیږي نکنه بله خزه سعید نو خیر دا به خدا ما هغه شوله وی چې اشمت نه ابتکار ابتکار کړی دی نه پیګه مزه به پکې که به پکې نه وی نه نه خو خوش شیر اضافه نکنیم برنج جوش بتیم خوب شوله میشه دیگه کدوم چیز دیگه نمیشه میشه باز خو شوله بیا خپل زین موارد داری اشمت مرچ پکې نسته ده مثلا زیره در تو ما وچه در نیا در تو ما غنو به کی پاتش خودم خټه پخې کی کجوله پخې نه بازور پریزانه جور میکنه هغه به پریزانه ای دغه در من مسید نو لیدون کو ده چارمغز هم چارمغز هم اضافه میکنیم. لکه څنګه چې اشمت ویلې چې که چېرته موږ دا وټکوو نو بیخي څه خبره نه پوهېږم بیا بیخي خوند نه معلومېږي پکې نو ښه ده چې لږې وزلی به یي اندازې که مثلا میده میکنیم حال شما میبینید دوستان به یي اندازه اگه آماده کنیم میده کنیم بازی بهتر تمام میشه نسبت به ازی که بسیار از مکسر بکشیم یا بسیار جات میده کنیم. صحیح نو دا د مو هم ور اضافه کړل دونکو نو تاسو هم را سره د پخلی لیدونکي اوسئ. کسان چې غواړي زموږ په خپرونه کې میلمه شئ کولی شئ زموږ رسمي فیسبوک پاڼې ته لاړ شئ د پخلی چې ستاسو پر سکرین باندې ښکارېږي نو موږ ته کومنټونه پرېږدئ خپلې جالبې خاطرې را سره شریکې کړئ او هغه کسان چې غواړي میلمانه شئ نو موږ به هم تاسو را میلمانه کړو. تر څنګ د دې یوټیوب کې هم کولی شئ زموږ خپرونه وګورئ او بله دا چې که هغه کسان غواړي موږ هغوی ته هغه خواړه تیار کړو کوم چې په کورونو کې اماده کوي او یا دا چې نوي خواړه لیدلې د پخولو طریقه او چل نه ورځي نو نوم هم را ولېږي انځور هم را ولېږي موږ به هم درته په خپرونه کې اماده کړو. بله واقعت که خوب گپ اشاره کردی هر غذایی را که شما خوش دارین که آماده بسازین یا او را آماده کردن هم میتونین برین برنامه ما را در یوتیوب و یا در فیسبوک ببینین در قسمت و کومنت نام از او غذا را نشته کنیم ما مو غذا را بر شما آماده میسازم. نو لیدونکو لکه څنګه چې اشمت ته یادونه وکړه ما هم درته یادونه وکړله کولی شئ چې ځینې خواړه چې تاسو تیارول غواړئ خو نشئ تیارولی نمونه هم را ولېږئ انځورونه هم را ولېږئ بله. د پخلي د خپرونې دوام ګورئ تمه ده چې تر دې دمه راسره ملی یاستئ او زموږ د خپرونې هدف خاص اشمت همدغه دغه کسان چې غواړي د پخلی زده کړي او په صحیح توګه د خوراکونو او خوړو چمتووالی زده کړي نو ښه ده چې زموږ خپرونه راسره وګورئ. نو اوس څه کوو؟ بله یک دونه قاشق بر ما بتین. ښه قاشق وړه درکړم؟ نه کلون امید درست است. همدا صحیح ده او دغه درکړم؟ نه نه او دغه باز د جمله کفگیر میره. صحیح ده د جمله کفگیر چی میگن؟ صحیح ده ما ولې ته دې توس قاشق ونه وای بوره اضافه میکنیم. خب بوره را به اندازه اضافه میکنیم. خیر اگر کمتر اضافه میکنیم به خاطر از اینکه وقتی که شیر برنج ما آماده میشه
نزدیک به ازی که ما شما گاز خاموش کنیم یا مقدار کم وقتش میمانه که در حالت جوش میباشه، باز اون وقت میتونیم مزهش ببینیم. در صورت که بروش کم میباشه میتونیم که کم دیگه اضافه کنیم. اگر بروش زیاد میشه دیگه چاره نیست، مجبور دیگه شیر به تل ماجل در او اضافه کنیم یا کم سخت یا کم اودار آماده بسازیم. او واقعا شی بردیر خوب یا غم مسمت اغا خپل اغا زایقه چی دلالا سور کبی. و همچنان تاسی هم پا اغا اندازه بندی چی بوران ریزیت شندن لگه شی اغا اضافه کرو وز نو دم قیماق ده کنش ما؟ بله قیماق هم اضافه میکنیم. سیده؟ به این اندازه قیماق اضافه میکنیم. خب ایره من با متوجهش می باشیم قسمت پایینی دیگ نچسبه اساس تا ایری به می شکل شور داده میریم تا که کاملا نمی چهار مغز قیماق بوره اینا کلش مکس شوه و با هم جوش بخورن تا آماده شوند. سمده نو نور سو ور اضافه کو فکر کنم پسته پاتی کنه. پسته را اضافه نمی کنیم. آقا بیا چی تیار شد وقتی که تیار شد در ظرف کشیدیم می تونیم که امروی با پسته و دلی دیگو از دکری می نی تو نام خدا بخو می کنم ما ولی که... سبر تان لیادم می بوتی باز تو برای میگه که تو استاد هم هستی داشپزی برای یاد میتی باز یکان دفت برای اختار بیتیم میبینی که ما یاد گرفتیم. نه اوز خود چلنج در کنم چیزی دست را بخلایی که ولیسی مشمت که دلت از زیاد دیکی دمال تا او دوارا شیربرنج بخ کنو فکر کنم چیز ما به خزای قولی لیلتا تخا شیربرنج چیز تیارو ما به خزای قولی ری به خاطر ما ایره بگیم که واقعیت که زایقی خوب میداشته باشه به خاطر که دختر خانم ها نسبت به مردا در آشپزی در کار لایق می باشن. ډیر ښه. با او خاطر من نل نظر خیلی پوزیټیو نظر دی و خیر نو ترغی چیز موږ د ششبرین جامه د کیږي موږ به د یو هیوادوال پیغام و ورسې ده. درست است، خوب گپ است. لیدون کوزو هغه پیغام چې موږ یو لیدون کې د ششبرین په اړه را لګل دی هغه هم ګور رسلغه بیره سره وسې تخلي مو دوام لري. شیربرنج یک غذای دلخواه است. بسیار زیاد دوستش دارم. مادر جانم همیش تهیه میکنه در خانه. خب قسمی که ما آگاه شدیم امشب پلان حشمت جانی است که شیربرنج آماده کنه در آشپزخانه و ما آرزو دارم که برنامهش تعقیب کنم و ببینم که قسمی که حشمت جان تهیه میکنه آیا از مادر جانم کرده بهتر است یا نه. اگر دیدم بهتر بود انشالله او را ما هم کوشش میکنم و اون قسم آماده کنیم و نوش جان کنیم. خره غلاس لیدون کو د پخلی خبرونه ګوره زموږ پخلی هم تیار دی نو حشمت براتوی څنګه ده؟ بله شیربرنج ما آماده است. خو یک چیز براتون بگویم که شیربرنج نباید تا قدر سخت بسازیم که در قاب وقتی میکشیم کاملا سخت باشه. کس یک روز گفت که بالا ما شیربرنج جور کرده بودم اونقدر سخت شده بود، ما خودم سخت نشده بود و خودت تو کاملا نرس. اینو باید تا کم آبدار آماده بسازیم، یعنی به شکل که میبینین به نیمی اندازه که شما میبینید به نیمی اندازه باید آماده شوه. وقتی که دیر مگذاریم در یک ظرف مگذاریم تو میمونیم که تا که کم سرد شوه وقتی نوش جان میکنیم این خود از زیاد بیاد سخت نکنه. باید به اون اندازه که ضرورت است به اون اندازه ای را آماده بسازیم. فعلا خودت میبینید مریم جان که بسیار به منظم بسیار یعنی حالت زیاد آبگین هم نداره که زیاد آبگین هم نباشه و زیاد سخت هم نباشه. نو خبر داده لیدون که چه حشمت ویلی چه ما روڑی نده خوالی بیخی شیمت للی ده خبرو. بله شیما که در تمرو گئی تو سنن نوبت نور کوم. خو یزا کنن ما شیر خط کی گتلی ده اونن بدی زی قزه گورم. خو وقتی که خودت برای یعنی زرست وای در من اینه کوم خلاص مشکل نیست. خودت امروز نوش جان کو بخاطر که تو امروز برنده شدی دیگه وقتی که برنده قرقشی شدی خودت باید نوش جان کنی و غذای ما هم آماده است برای تو یک ظرفه که خورد دلم است که در این ظرف برای خودت بکشم چطور یا یک ظرف کلانتر باشه. من نظر ما اینه میز که برای خودت اینه میز ظرف این قابت خوب است. خیر خیر نن ما شیر خطی گټلی د پیغم بقارمی اول ډیر قرض خ عین پدی کته ماته د شیر بنج راکا کی نو زنه پیغم څنګه د خو خاله خیال ته یو بل قاد از مو خوب بیا خیر سید خیر د کتن غصه ایسه مانه ما بقار نیسم خیر مو زمو جو بیا سید نو بله دوستا می به نیمی شکل که فعلا ما آماده ساختیم یعنی شکل فعلی رو باید داشته باشه. دیگه اریو کی راکا کی سید درست است. من میگم دو قاب بر خودت. دو قاب خود خوره لاین نیستم خیر. از دمر پر خوره نیم ما خورو که آنو گذاره کو ما خیر تو هم زن تا پکیرا و کجا هم ما تا
شیربرنج چې په خیر سره ذایقه مو ګور سره ول دی سیدا درست است به خاطر که خودت برنده شدی ما برای تو د می قاب کلانتر یا د می غوری بر خودت اضافه میکنم که شما خوب یک ذره خور خونده بازی وی گپام دارین که یعنی اقما حق خور خوندایم که یک روز دوستا ما حق خود از این علایده کرد ما گفتیم نی حق خودت نی حق ما کلم کارا یک جای میخورم مرا میگی چقدر کم است که حق خور خوندایم که ما گفتیم حق خور خوندای تو خود ما در گردن نگرفتیم نو لیدونکو زموږ پخلی هم دغه دی تیار شو او پای ته ورسېده نو تمه ده چې تاسې هم د پای تر شېبو کتلی اوسئ که چا نه وي لیدلی نو کولی شئ زموږ د پخلی رسمي فیسبوک پاڼې ته لاړ شئ او هلته موږ ته کمنټونه پرېږدئ خپلې جالبې خاطرې راسره شریکې کړئ که څوک غواړئ زموږ په خپرونه کې مېلمانه شئ نو تاسې به موږ مېلمانه هم کړو او که فیسبوک ته لاسرسی نه لري نو یوټیوب کې هم کولی شئ زموږ خپرونه وګورئ نو دغه دی زموږ خواړه هم تیار شو لیدونکو سربېره پر دې کولی شئ هر هغه ډول خواړه چې تاسې غواړئ موږ د خپرونه کې اماده کړو تیارې کړو نمونه هم راولېږي انځورونه هم راولېږي موږ بیرته په خپرونه کې تیاروو د نن ورځې پخلي خپرونه پای ته رسېږي خو مخکې له هغې چې خدای پاماني درسره وکړو ښه به دا وي چې هغه شیربرنج مو چې اماده کړی دی ذایقه یې وګورو تاسو سره شریکې کړو بیا به خدای پاماني کوو خوب ګپ هسته ما ایره به خود تا آماده بس خواستم که نگویی که هر روز بر خود کام غذا آماده می سازی خواری پی که اومده اینه که سیده کنه زامت می کشی و یکان دیزای نگه پاش جور می کنی بر من سیده خیر زگیلا نو کوم بیا دې هم لاس داد و مکه چې دومره زحمت کاږي موږ ته هم مولیدونکو ته هم چې هغه خواړه چې موږ سره شریکوي نمونه او غواړي چې ورته موږ یې تیار کړو هغه ورته تیار وزه به ذایقه وګورم تم لیدونکو سره خدای پاماني درست است خودت نوش جان کو مزه شه با دوستا هم شریک بساز دوستای عزیز ناگزیر هستیم که شما خداحافظی کنیم تا برنامه آینده که بازم در خدمت شما قرار میگیرم شما را به خداوند پاک بسپارم شبتان خوش یقینا هشمت سیدستاینی واردی دیزاین هم ډیر ښکلی شوی دی او همدار ذایقه هم ډیره ښکلې وله او خوندوره وله نو لیدونکو دا وه د نن ورځې خپرونه تر بیا بلې ورځې که د الله تعالی رضا وه ستاسې په درنه چوپړ کې حاضرېږو په پاک الله مو سپارم ښه وخت ولرئ له لیدلو مو مننه